بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. برگزاری سلسله جلسات علمی آیت الله سید حسین شیرازی، فرزند مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس قم آغاز شد. این جلسات در طول ماه مبارک رمضان 1445 تحت عنوان جوهرة العلم الاجتماع و با حضور ده ها تن از شخصیت های علمی و اساتید و طلاب حوزه های علمی برگزار می شود. ایشان در این نشست های علمی مباحث علم اجتماع از منظر قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا از وقوع زمین لرزه‌ای به شدت 5 درجه ریشتر در استان تخار در شمال شرق افغانستان خبر دادند. این مرکز نوشته است که این زمین لرزه حوالی ساعت 8 شب روز چهارشنبه 23 اسفند در 44 کیلومتری جنوب شرق شهرستان فرخار تخار رخ داده است. بر اساس اطلاعات این مرکز، این زمین لرزه در عمق 130 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. این زمین لرزه در بخش‌های از پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان هم احساس شده است. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی در دسترس نیست. برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که 15.8 میلیون تن در این کشور که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند، گرسنه هستند. سخنگوی این برنامه وابسته به سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه که روز چهارشنبه 23 اسفند منتشر شد، گفته که از این میان 3.5 میلیون تن با سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبرو هستند. به افزوده که در سال گذشته میلادی حدود 1 میلیون زن باردار و شیرده در افغانستان دچار سوء تغذیه بودند. بر اساس اطلاعات برنامه جهانی غذا، سال گذشته دست کم 2 میلیون دختر و پسر زیر 5 سال در افغانستان با سوء تغذیه حاد و متوسط روبرو بودند. این در حالی است که چند روز پیش این نهاد بین‌المللی هشدار داده بود که با کاهش کمک‌ها فقر در افغانستان بیشتر خواهد شد. افراد مسلحی که هفته گذشته 286 دانش آموز و کارمند مدرسه‌ای در شمال نیجریه را روبوده بودند، خواستار دریافت مجموعاً 1 میلیارد نایرا معادل 620 هزار دلار آمریکایی برای آزادی آنها شدند. این خبر را سخنگوی خانواده‌های گروگان‌ها و یک عضو شورای محلی به رویترز اعلام کردند. این دانش آموزان و اعضای کادر مدرسه روز 7 مارس در شهر کوریگا در ایالت کادونا در شمال غرب نیجریه روبوده شدند. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، درخواست باج برای دانش آموزان و کارکنان مدرسه کوریگا بیش از 2000 دلار برای هر گروگان است که بیشتر از درآمد سرانه سالانه در نیجریه است. یک مطالعه تازه نشان می‌دهد حضور هوش مصنوعی، ربات‌ها و رادیوها در محل کار برای کیفیت زندگی مضر هستند. به گزارش گاردین، محققان دریافتند کارگرانی که در معرض 3 مورد از فناوری‌ها از جمله نرم‌افزار مبتنی بر هوش مصنوعی قرار می‌گیرند، سلامت و رفاه کمتری دارند. در مقابل، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قدیمی‌تر مانند لپ‌تاپ، تبلت و پیام‌رسانی فوری در محل کار تأثیر مثبت بیشتری بر رفاه دارند. محققان خاطر نشان کردند که یافته‌های آنها با تحقیقات قبلی مطابقت دارد که نشان می‌دهد چون این فناوری‌هایی ممکن است باعث تشدید ناامنی شغلی و تشدید حجم کار شود که در نهایت همه اینها از رفاه کلی کارکنان می‌کاهد.